بزرگ وجود داره. مارکس چجوری فکر میکرد که تقدیر تاریخ اینه که ما از سوسیالیسم به این معنایی که حرف ازش زدیم، یعنی مالکیتی که اجالتاً در مرحله انتقالی در مرحله گذار به دست دولت میفته، به لاجرم گذار خواهد کرد به کمونیسم در مقام اینجور اجتماعی سازی ابزار تولید. سوال اینه چرا مارکس فکر میکرد دولت محو خواهد شد؟ گفتیم بارها در همین کلاس هم صحبت کرد، مارکس اتفاقاً بدون تصدیق این داستان به شدت با مفروضات فلسفی سیاسی لیبرالی کار میکرد، به ویژه در اینجا توی فلسفه سیاسی لیبرالی وظیفه دولت بارها سر صحبت کردیم حفاظت از مالکیت. این اصلا دلایلی که لیبرال ها میگن اوکی جهنم دولت باشه، ولی دولت باید از مالکیت، از نهاد مالکیت باید محافظت کنه. حالا سوال این میشه، حالا خیلی سریع، اگر مالکیتی، اصلا نهاد مالکیتی در کار نباشه و مالکیت حذف شده باشه، دیگه دولت هم شأن وجودیش، دلیل وجودیش رو از دست میده. مارکس اینجوری فکر میکنه. و اگر زمانی که ببخشید تا زمانی طبقاتی باشه شما دولت احتیاج دارید، وقتی طبقه معنی نداشته باشه بی دولت معنی نداره. خب همین دیگه، همه بحثی که ما داریم میکنیم رو سر همینه. البته به شکل منطقی طبقات نبود، طبقات چجوری نباشن، شاید که ابزار تولید دیگه در انحصار این یا اون نباشه. خب در اختیار کی باشه؟ مارکس گفت اجالتاً در دست دولت در مرحله گذار سوسیالیستی. چرا فکر میکرد این گذاره؟ چون فکر میکرد خود دولت هم محو خواهد شد، چون مالکیت رو ما محو کردیم، موقتا دست دولته، دولت این رو توضیح خواهد کرد یا به تعبیری اجتماعی خواهد کرد. چون که گفتیم حالا مارکس فکر میکرد که اگر مالکیت خصوصی یا نهاد مالکیتی در کار نباشه دولت هم دیگه محو خواهد شد. ولی ما با یه گیر اینجا مواجه شدیم، یعنی گیر این که مالکیت در ید دولت باقی موند و خود دولت به بزرگترین مالک تبدیل شد. نه تنها خودشو منحل نکرد یا شرایط انحلال خودشو فراهم نکرد برخلاف تصوری که مارکس داشت، این که کاملا برعکس دیده، کاملا توی پروسه تاریخی از مالک موندن خودش، دولت اتفاقا انقلابی تا آخر دفاع کرد. یعنی دولت و مالکیت کاملا در پیوند با هم قرار گرفت. دولت خود چنگ گفتیم به زبان امروزی ها دولت خودش بزرگترین کارفرما تبدیل شد، به بزرگترین مالک، به ملاک بزرگ تبدیل شد و عملا بزرگترین طبقه چی شد؟ خود طبقه دولت مردان. یعنی شما دوباره یه جامعه طبقاتی داشتید که توش نیرومندترین طبقه، حالا با سلسله مراتبی که درون خود نهاد دولت مردان وجود داشت، طبقه بروکرات ها بود، به طبقه دولت مردان بود و بقیه طبقات بر حسب چنان که گفتیم دور یا نزدیکیشون به طبقه دولت مردان یا بروکرات ها بود که تعریف می شدن. بنابراین شما در جامعه بعد از انقلاب 1917 همچنان یه جامعه طبقاتی دارید، ولی مبنای این جامعه طبقاتی اساسا به واسطه نقش آفرینی محوری نهاد دولت عوض میشه. حالا یه روایت شتاب زده ازش به دست دادیم، ولی خب این باز خود این بحث هم مجال دیگری میطلبه. یکی از کلاسیک ترین بحث ها حول این موضوع ما، چون که اغلب دوستان یا خوندن یا دیدن، اون بحث شارل بتلهایم و پل سوئیزیه دیگه. دیدیم سوسیالیسم یا مالکیت دولتی، همون اوایل انقلاب هم به فارسی ترجمه خیلی بحث شده، خیلی سر این چیز داره. یکی از کلاسیک ترین روایت ها، بتلهایم صراحتا دفاع میکنه از اینکه دوباره جامعه طبقاتی روسیه بعد از انقلاب بازسازی شد. حالا موازی البته سوئیزی، موازی متفاوت. حالا بگذارید. خب این یا نقد پرولتاریایی که هدفش رفع تضاد طبقاتی است، اینش خصلت عامه بوده. نه کاملا طبقاتی. یعنی داره تلاش میکنه به یه شرایط. منظورت از عام چیه؟ یعنی همگان میتونن در این مشارکت کنن، همگان میتونن مثلا تصدیقش کنن؟ نه خب مقولاتی که دارن پیگیری میکنه، که شرایط موجود و معطوف به مقولاتی داره نقد میکنه که همگانی میشه. ببین خیلی بس به نظرم پیش داره. ببین من همگان میتونه رو بفهمه. کاپیتال رو هر کسی تونه بفهمه. چون به زبان آدمیزاد نوشته شده. به این معنی بله همگانی.
یعنی اصلا نیازمند هیچ چیز عجیب و غریبی مثلا این نیست که شما حتما باید کارگر باشید تا این کتاب بفهمید. یعنی این علمی که اینجا هست به این معنا انحصاری نیست، همه رو میتونن درش مشارکت کنن، بخوننش، بفهمنش، نقدش کنن، غیره. اما به چه معنا عام نیست؟ به معنی که همگان نمیتونن ریکگنایزش کنن، نمیتونن به رسمیتش بشناسن، تصدیقش کنن. این ماهیت این نقد، این علم / نقد طبقاتیه، چون پیشا پیش این نقد جانب داره. این به صراحت داره میگه تا جایی که این نقد نماینده طبقه ایست، تنها میتواند نماینده طبقه ای باشد که یه رسالت تاریخی عملی و جنگلی داره. یعنی فقط یه طبقه است که میتونه این کریتیک رو به پراکسیس گره بزن. بزنید دقیقه کنم، به این معنا این علم نقد همگانی نیست که نمیتونه به پراکسیس همگان تبدیل شد. در ساعت نظری همگان میتونن گفتم بفهمنش، بهش حرف بزنن، روش بنویسن، توضیحش بدن و غیره و غیره. ممکنه که مثلا چه میدونم استاد انجیا خیلی بهتر از من اینو توضیح بده کتاب مثلا، یعنی به این معنا کاملا یونیورساله. ولی به این معنا پارتیکولاره، به این معنا جزئیه یا خاصه، یا فقط به یک سوژه گره میخوره که فقط یک سوژه طبقه است که میتونه این نقد رو به پراکسیس گره بزنه. برای مارکس یه سودا داره دیگه. سوداش چیه؟ From critic to praxis. سوداش اینکه مسیر باید طی بشه از نقد به پراکسیس. تو کتابای قبلش برای بورژوای همدل هم ولی جای شن اون تو ایدئولوژی آلمانی بود که بحث دیگری است. یعنی از نقد به پراکسیس، این پروژه مارکس. حالا سوال باز اینجاست، این چجوری میشه از نقد رفت به پراکسیس؟ بیمیانجی یعنی این کتاب هر کی بخونه، مثلا هر کارگری بخونه، خود به خود این کریتیک به پراکسیس گره میخوره. مثلا مارکسیستای هگلی مثل خود حتی لنین و لوکاچ معتقد بودن که اینجا ما این میانجی میخوایم. میانجی چیه؟ از کریتیک به پراکسیس. کی میتونه این کریتیک رو به پراکسیس گره بزنه؟ میانجی چیه؟ هگلی دیگه. یه مدییشن میخوایم، یه میانجی میخوایم، یه وساطت میخوایم. حزبی یا روشنفکران، دنی چی میگفت؟ روشنفکران پیشرو، روشنفکران حرفه‌ای، انقلابیون حرفه‌ای. یعنی این نمیتونه بیمیانجی کریتیک به پراکسیس دامن بزنه. دوباره میتونیم برگردیم به مقدمه مارکس، به نقد عناصر فلسفه حق هگل. سلاح نقد نمیتواند جای نقد مسلح را بگیرد. قدرت مادی را باید با قدرت مادی دگرگون کرد، اما نظریه نیز میتواند به قدرت مادی تبدیل شود. یعنی کریتیک هم میتونه قدرت مادی این پراکسیس تبدیل شود اگر فراگیر شود. چگونه فراگیر شود؟ اگر به دل توده ها بنشیند. چگونه به دل توده ها میشیند؟ اگر رادیکال باشد و غیره. یعنی انگار اینجا دیگه مارکس دیگه نیست، یعنی جو بی‌واسطگی وجود داره. یعنی اگر به دل توده ها بنشینه این نقد نظریه، به دل توده ها بنشینه یعنی چی؟ یعنی انگار مارکس داره از این حرف میزنه اگه نظریه بتونه بدن رو به کار بندازه. من اینجوری میفهمم به دل توده ها نشستن. حالا اینجا ما وارد نظریه های پرفورماتیویتی زبان میشه، جایی که زبان پرفورمیتیو میشه، زبان پرفورم میکنه، اجرا میکنه، خود زبان اجرا میکنه. زبان دو تا خصلت داره دیگه، یا توصیف میکنه، یا زبان اخباریه یا اجراییه. اخباری یعنی چیزی در بیرون خبر میده، هوا آفتابیه، هوا گرمه، ولی بشین، ولی خفشو بکشیدش، من شما رو زن و شوهر اعلام میکنم، یا هر چی شبیه اینا چیه؟ اینجا زبان به کنش داده میشه، خود زبان به کنش داده میشه. پرولتاریای جهان متحد شوید، یه جمله توصیفی نیست، چیزی در خارج توصیف، یه جمله پرفورماتیوه. یعنی خود زبان میخواد تغییر در جهان ایجاد بکنه، میخواد کاری میخواد انجام بده خود زبان. مارکس انگار داره از این حرف میزنه، نظریه هم به دل توده ها بنشینه، یعنی بتونه بدن رو به کار بندازه. حالا اینجا به نظرم من یه تفسیر دیگه هم دارم که دیگه بگذاریم. اینجا باید مارکس رو در پرتو اسپینوزا مسئله عواطف، افکشن ها، چگونه شما بدنی خواهید داشته
متأثر شده، برانگیخته شده. اسپینوزا میگفت نظریه خیلی نباید بر حسب اینکه چقدر درست و غلطه داوری کرد، باید بر حسب اینکه چقدر میتونه باش کار انجام داد داوری کرد. این نظریه چقدر میتونه بر بیانگیزه توده ها رو اینجوریش باید داوریش کرد. انگار برانگیختگی مهمه، عاطف انگیزی، تأثیر برانگیزی نظریه ها هستن که مهمتر از درست بودن یا غلط بودنشون هست. حالا جو از اسپینوزا خیلی مهمه فهم اسپینوزایی و نه هگلی از مارکس، چون تو اسپینوزا شما بگید میانجی نداری، حزب باید میانجی بشه، حرف مارکس رو مثلا ببره بده به توده ها و دیگه هم انقلاب کن مثلا. نه تو اسپینوزا خود نظریه است که قرار پرفورمیتیو بشه، قراره که افکتیو بشه، برانگیزاننده بشه. ادامه بدیم بحثمون رو. خب مارکس در صفحه 37 از اون خطهای آخر نرم نرمک به بحث از روش میرسه و توضیحاتی راجع به روش خودش میده. حالا توضیحات مارکس در خود کاپیتال راجع به روش بسیار توضیحات نابسنده است و برای همین ما نرم نرمک وارد حالت در دقیقه مشخصی که به شما خواهم گفت وارد اون بخش سوم از فصل اول گرونریسی خواهیم شد که منسجم‌ترین متنی است که مارکس درباره روش کار خودش، روش فکر کردن خودش نوشته. مثلا در صفحه 37 اون خط پایان از این حرف میزنه که فهم اندک از روش به کار رفته در سرمایه را میتوان در برداشت‌های گوناگون و متناقضی که تاکنون از آن شده است نشان داد. پس تا حدی خودش هم میدونست که روش کاپیتال درست فهمیده نشده. دست کم در این 6-7 سالی که از انتشار ویراست اول کاپیتال گذشته بود. و خب او به صراحت روش خودش رو روش دیالکتیکی توضیح میده. لطفاً بیاید صفحه 40. مارکس بعد از فرازی طولانی که نقل میکنه از یک نویسنده روسی که توضیح داده بود اون نویسنده دست کم به زعم خودش روش مارکس رو مینویسه که صفحه 40 پاراگراف 2، نویسنده مقاله که چنین دقیق آنچه را که شیوه واقعی پژوهش من تلقی میشود افسوده به ویراست فرانسه و تا آنجا که به چگونگی کارورد این شیوه از سوی من مربوط می شود با بلند نظری به تصویر می کشد، به راستی چه چیز دیگری جز روش دیالکتیکی را توصیف کرده است؟ مارکس میگه این بابا توضیح خیلی خوبی نوشت از کار من، بدون اینکه بدون اون چیزی که داره توضیح میده از کار من در واقع همون روش دیالکتیکی منه. زبانی بی‌زبانی. آره دقیقا. حالا سوال ما این خواهد بود، روش دیالکتیکی چیست؟ وقتی از روش دیالکتیکی حرف میزنیم داریم از چی حرف میزنیم؟ این سوالیه که الان در این برگ دوم باید نم نم سعی کنیم بهش جواب بدیم، ولی هنوز نمیخوایم برسیم به گرونریسه. اجازه بدید این فراز رو باز من یه نفس بخونم تمام بکنیم این پیش گفته رو، بعد گذر خواهیم کرد به گرونریسه و اون بخش روش اقتصادی سیاسی. خب ادامه بدیم. یقیناً روش بازنمایی که در ویراست فرانسه تبدیل شده به روش تشریح، روش ارائه، اونجوری که شما پرزنت میکنید، مارکس در ادامه خواهیم دید یه تفاوتی هست بین روش پرزنت کردن، ارائه دادن، تشریح کردن، نوشتن با روش پژوهیدن، با روش پژوهش، با روش تحقیق. اینا دو تاست. باز نابسنده اینجا توضیح میده، ولی در گرونریسه توضیحات بهتری دست که ما باید بهش برسیم. حالا خود اینو بخونیم. یقیناً روش بازنمایی یا روش ارائه به لحاظ سوری باید از روش پژوهش متفاوت باشه. پژوهش باید موضوع تحقیق را در تمام جزئیات آن در بر گیرد، شکل‌های متفاوت تکامل آن را تحلیل و پیوند درونی آنها را بکاود و پیدا کند.
تنها پس از انجام این کار میتوان حرکت واقعی را به نحوی مناسب بازنمایی کرد. همینجا شما با یه مسئله مواجه میشید که باز مارکس اینجا بهش نمیپرداز. حرکت واقعی و بازنمایی، یا به تعبیری چگونه میتوان حرکت واقعی را بازنمایی کرد؟ یا سادهش کنیم، واقعیت رو شما چگونه میتوانید رپرزنت بکنید؟ در کجا؟ طبعا در ذهن، یا به تعبیر بهتر در ساحت مفهوم، در زبان. میگه ببین، شما یه واقعیتی دارید، یه واقعیت تاریخی. این واقعیت تاریخی رو فرض کنید اسمش رو میذارید سرمایه، یا سرمایه دارید. یه سیر، یه روند، یه ترتیب تاریخی دارید. حالا سوال مارکس از این روشی چیه؟ این که شما این روند دینامیک تاریخ واقعی رو چجوری میاریدش تو ذهن؟ چجوری میتونید پرزنتش کنید در مفهوم، در کانسپت؟ کانسپت چجوری میتونه حق مطلب رو در قبال واقعیت، در قبال واقعیت تاریخی پیش رونده که حرکت داره، که جنب و جوش داره، ادا بکنه؟ این خود سوال هگل، یعنی کل لوجیک هگل، کل منطق هگل، یه جورای سوالش اینه دیگه. چجوری شما میتونید اکچوالیته رو، فعلیت رو به گونه عقلانی کانسپچوالایز بکنید، مفهوم پردازیش بکنید؟ باید از چه مراحلی بگذاریم؟ این سوال رو داشته باشید مستقل از اینکه چه جوابی میخوایم بهش بدیم در ادامه به اتکای خود مارکس. و سوال الان روشنه دیگه، واقعیت تاریخی چگونه بازنمایی میشود در ساحت مفهوم؟ اگر این کار با موفقیت انجام شود، کدوم کار؟ بازنمایی حرکت واقعی و حیات موضوع در ایده ها باستا بیاید. حیات موضوع، زنده بودن موضوع در ایده ها باستا بیاید به گونه درست، آنگاه ممکن است به نظر رسد که گویی با ساختهی پیشینی سر و کار دارید. یه لحظه ویراست فرانسه شو ببینید، یکم پیچ داره، با هم دیگه رو بزنید بازش کنید. بیگمان روش تشریح، این ویراست فرانسه است، بیگمان روش تشریح یا همون نحوه ارائه، پرزنت کردن، باید به صراحت از روش پژوهش متمایز باشد. پژوهش باید موضوع بررسیش را در تمام جزئیات آن بررسی کند، شکل‌های گوناگون تکامل آن را تحلیل و پیوندهای درونی آنها را کشف کند. فقط وقتی این وظیفه انجام گرفت، یعنی پژوهیدن به این معنی که مارکس گرفت انجام شد، حالا تازه این سوال پیش میاد، خب حالا چجوری اینو توضیحش بدیم، چجوری بنویسیمش، چجوری به نگارش داریم بیاریم، چجوری در مفهوم، در زبان بازآفرینیش کنیم؟ فقط وقتی این وظیفه انجام گرفت و فقط در آن صورت است که حرکت واقعی را میتوان در تمامیت آن تشریح کرد. اگر در این کار موفق باشیم، طوری که حیات موضوع در بازتولید ایدئیش بازتاب یابد، این سراب ممکن است چنین وانمود سازد که با ساخته پیشینی سازد. چرا میگه سراب؟ یعنی آیا بازآفرینی های مفهومی ما، همون نظریه های ما، حتی اگر کارشون رو درست هم انجام بدن، باز یه جور سرابن؟ به این معنی که واقعیت آنچنانی هست توضیح نمیتونم بدن در تمامیتش. آیا مارکس یه جورایی داره میگه نظریه در مقام بازآفرینی مفهومی واقعیت هیچ وقت خود واقعیت نیست؟ ببینید چی داره میگه این بابا. جمله آخری، این سراب ممکن است. این سراب یعنی کدوم سراب؟ این سرابه چی هست؟ چه چیزی سرابه؟ اصلا سراب چیه؟ بازآفرینی واقعیت در ذهن، یعنی همون چیزی که اینجا این اسمشو میذاره
یا ما میتونیم اسمشو بذاریم بازنمای مفهومی. میگه این سراب، یعنی این در گام اول یه سراب، اما سراب چی؟ ببینید چون برم این سراب ممکن است چنین وانمود سازد. پس ما سرابی داریم که قراره یه چیزی رو وانمود کنه. به اشتباه دیگه، وانموده همیشه اشتباه، یا وانموده همیشه چیزها رو به شکلی دفرمه نمایش میده. این شاید تغییر تر بشه. حالا چی رو داره دفرمه کنه؟ یه چه چیزی رو داره وانمود میکنه؟ این سراب، این بازآفرینی مفهومی که با ساخته پیشینی سر کار داره. چه چیز انگار زی ساخته پیشینی از قبل وجود داره؟ خودمون بازآفرینی ذهنی ما. بازآفرینی میخواد بگه، میخواد یه حرف ساده بزنه و داره پیشش میده. خب بگه آقا این بازآفرینی ذهنی ما، کل این کتابی که بنده نوشتم این رو باید مسئول بازآفرینی ذهنی و مفهومی از واقعیت انضمامی و تاریخی و تجربی بفهمیدش. این به گونه ای خودش رو جا میندازه که انگار یه سرابیه از این جنس که انگار با یه ساخته پیشینی سرکاره. یعنی بازآفرینی یه ساخته پیشینی نیست، خودش محصول یه روند فکریه که این حالا اسمش چی میذاره؟ نه اینجا، بلکه الان دیگه نرم نرم میره گرانس. یه ساخته پیشینی نیست، خودش یه کانسپچوال کانستراکشن، یک برساخته مفهومیه. نتیجه چیه؟ مارکس در یک کلام میگه گذر از امر انتزاعی و امر انضمامی، یعنی از ساحت امر کلی به ساحت امر خاص و جزئی. این بیان مفهومی هیچ وقت جایگزین واقعی اون واقعیت نخواهد صد البته. نه تنها جایگزین، بلکه قرار نیست خود واقعیت رو آنچنان که هست بازتاب بده. کارش بازتاب واقعیت بیرون نیست، کارش فهم پذیر کردن واقعیت بیرون هست. یا به تعبیری این سازه مفهومی که خودش در اینجا در کاپیتال به دست داده به شما نمیگه که این واقعیت تاریخی بگونه تاریخی چگونه تکوین پیدا کرده. برای همینه که مارکس در این کتاب کاپیتال خودشو درگیر توضیح تاریخی سرمایه‌داری که نمی‌کنه. یادتونه دیگه کتاب هم اول سلام سلام کتاب با کالا شروع میشه. یعنی اصلا مارکس دغدغه اینو نداره که به شما در گام نخست به شکلی تاریخی، یعنی از خود واقعیت انضمامی و تجربی رو بخواد برای شما سیر تکوین تاریخیش رو توضیح بده. مارکس دغدغه تکوین تاریخی سرمایه‌داری رو اینجا نداره در کاپیتال. درگیر چیه؟ تکوین منطقی کاپیتال. حالا تفاوت اینها رو رفته رفته خواهیم دید. برای همین این که کتاب رو با مفهوم کاملا انتزاعی شروع میکنه، با کالا، با مفهوم کلی و ساده شروع میکنه. کالا رفته رفته این مفهوم کلی، این مفهوم عام، این مفهوم انتزاعی قراره که در یه ترتیب منطقی، یه جور منطق استنتاجی به عناصر برسازنده خودش، به تعینات درونی خودش راه ببره. برمیگردیم به همه این مفاهیم و میخوام اینجا متوجه باشیم که وقتی مارکس از این حرف میزنه که این سراب ممکن است چنین وانمود سازد که با برساخته پیشینی سر و کار داریم، منظورش چی؟ کاپیتال یا این نحوه ارائه یا نحوه بازنمایی یا نحوه تشریح به زعم مارکس خودش نتیجه یه سیر انتزاعی. اینو در همین حد احتمالاً مبهمش نگه داره تو ذهنتون تا بریم رو گرامرسه، چون اونجا روشن تر میشه. اینو ادامه میدیم ولی برمیگردیم بهش. دلیل سخت فهمیدن این بحث فکر کنم میکشن اینه که اون دوره این برای اولین بار داره این رو باز میکنه. ما خودمون فرزایشان خودمون کمابیش از این روش استفاده میکنیم، این کار رو میکنیم، مطلب رو باز میکنیم، به طور که میرسیم اون امر انتزاعی ساده و بعد دوباره تو ذهنمون شکل میدیم. اینجا که اینو میخونیم آدم احساس میکنه که برای از یک چیز غریبی صحبت میکنه که ما اصلا کاملا باش بیگانه هستیم. خودش هم توی یه بحث داره دیگه میگه، میگه بسیط‌ترین چیز رو توضیح داده، همون که گفتیم مثلا تسلولی بود سخته، چون فهمش دیگه ما نهایتا قوه انتظار داریم، این هم من روش کنم احساس میکنم
باید در بستر زمانی امروز یکم نگاه کنیم و فکر نکنیم که لزوما در تک جمله‌ای که میگه چیز خیلی غریبیه، چون خیلی بیگانه نیست با ما. شاید اون موقع بره بیگانه بود، حتی خودش هم میگه، میگه اقتصاد سیاسی هم بعدها دامن زده بود، فقط منتها در مورد روش توضیح نداده. همین بعد اشاره بکنم که اون سختی اون تا یه حدی ممکنه کم کنیم. چون اینجا مارکس متاسفانه گویا قرار بود که اون فرازهایی که تو گرونیسه بعدها منتشر شد، چون گرونیسه هم میدونید که مارکس منتشر نکرد، بعدها دست نوشته هاش بود که بعدها منتشر شد، قرار بود که در همین کاپیتال بیاد، یعنی توضیحات متدولوژیکش، ولی مارکس بعدها بنا به ملاحظات این رو حذف کرد از کاپیتال و به همین توضیحات کلی و همین اندازه کلی و گنگ و مبهم که اینجا میبینید بسنده کرد. برای همین که ما باید برگردیم به گرونیسه و گرونیسه رو بخونیم، اونه بخونیم یه ذره روشن‌تر میشه داستان، یه ذره که نه به نظرم کاملا روشن میشه این چی میخواد بگه و روش خودشو چجوری داره توضیح میده. روش دیالکتیکی من نه تنها در بنیاد با روش هگل تفاوت دارد، بلکه دقیقا نقطه مقابل آن است. ولی از چه حیث نقطه مقابل آن است؟ این مهمه. به نظر هگل فرایند اندیشه که او تحت نام ایده به سوژه‌ای حتی خودمختار بدل می‌سازد، آفریدگار امر واقعی است. امر واقعی که فقط جلوه بیرونی ایده را تشکیل می‌دهد. یعنی داره میگه تو هگل این ایده است که داره واقعیت رو می‌سازه. واقعیت یا همون به تعبیر دقیق‌تر به زبان هگلی اکچوالیته، فعلیت، برونخیشی ایده از خودش، ایده یا به یه معنی همون عقل در تاریخ داره از خودش میاد بیرون، یا به تعبیری داره با خودش عینیت میبخشه، داره خودش رو ابجکتیوایز میکنه، داره خودش رو اکچوالایز میکنه در تاریخ، عقل در تاریخ. یکی از کتاب های هگل دیگه به این معنی آنچه که در فعلیت هست، در عالم واقع هست به معنی ساده کلمه‌اش، اما محصول چیه؟ فعلیت‌یابی خود عقل یا خود همون ایده است. و تاریخ به این معنا آوردگاه عقلی است که داره خودشو در لحظه‌های متفاوت تاریخی و اشکال متفاوتی البته در نسبت با هم فعلیت می‌بخشه. از نظر من برعکس، امر ایده‌ای هیچ چیز دیگری نیست مگر انتقال و ترجمان امر مادی در سر انسان. تقریبا 30 سال پیش جنبه رازآمیز دیالکتیک هگلی را نقد کردم. احتمالا منظورش فصل آخر دست‌نوشته های 1844. آن هم زمانی که هنوز باب روز بود دیالکتیک هگلی. اما درست زمانی که سرگرم کار بر مجلد اول سرمایه بودم، مقلدهای لوس، متکبر و میانمایی که اکنون در محافل آلمانی‌های تحصیل کرده خودنمایی می‌کنند، لذت وافری می‌بردند که با هگل همانطور رفتار کنند که موزس مندلسون شجاع با اسپینوزا در زمان لسینگ کرده بود، یعنی با او به سان سگ مرده رفتار کنند. از این رو آشکارا خود را شاگرد آن متفکر بزرگ اعلام کرد و حتی اینجا و آنجا در فصل مربوط به نظر ارزش با شیوه بیان خاص اون لاس دادن. رازآمیزگری که دیالکتیک در دست هگل دست خوش آن می شود، به هیچ وجه مانع آن نمی شود که اون نخستین کسی باشد که شکل‌های عام حرکت دیالکتیک را به شیوه جامع و آگاهانه بازنمایی کرد. دیالکتیک نزد هگل روی سر ایستاده است. باید آن را وارونه کرد تا هسته عقلانی آن درون پوسته عرفانیش کشف شد. خب یکی از اون فراز خیلی معروف مارکس که بارها بارها اینجا اونجا اعتمالا شنیدید. دیالکتیک در شکل رازآمیز خود در آلمان باب شده است، چرا که به نظر می‌رسید وضعیت موجود را درخشان جلوه می‌دهد. چی اشاره داره اینجا؟ چرا اینجوری شد؟ دیالکتیک وضعیت موجود را درخشان جلوه می‌دهد در آلمان؟ به چی اشاره داره؟ هگل این راست به ویژه با تفسیر محافظه‌کارانه‌ای که از عناصر فلسفه حق را درس می‌دادم و از فلسفه تاریخ هگل
پروس رو یه جوری قایت تاریخ فرض میکرده دیگه، که عقل دیگه در این پروس به سرانجام خودش رسیده و به حد اسوای فعلیت خودش تونسته دست پیدا کنه در سرزمین پروس. داره اینو نقد میکنه هگل، داره میگه دیالکتیک هگلی در آلمان به نظر میومد که در وضعیت موجود رو درخشان جلوه میده. منظورش همون هگلیان راست. دیالکتیک در شکل عقلانی خود برای بورژوازی و سخنگویان اصول پرست آن که در میراث فرانسه شد طبقات حاکم و ایدئولوگ‌های جذبی آن، مایه آبروریزی و نفرت انگیز است. دیالکتیک برای بورژوازی، زیرا در درک ایجابیش از وضعیت موجود همزمان متضمن درک نفی این وضعیت و نابودی ناگزیر آن نیز هست. اینجا دیگه دیالکتیک به مسابقه روش، نه به مسابقه سیستم، چون دیالکتیک به مسابقه سیستم دست کم با تو تفاصیل دست راستی از هگل به پایان خودش رسیده بود دیگه در آلمان. اینو بعدها انگلس هم تو اون چیز، تو اون جزوه لودویگ فوئرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان هم بهش اعتراف بود که ما گرفتار شدیم که هگل چجوری خلاصه شد، هگل محافظه کار رو چیکار باید بکنیم باش؟ هگلی که آلمان زمانی خودش رو به مسابقه قایت تاریخ میفهمید. حرف انگلس اینه که عملا هگل روش خودش خیانت کرده، روش دیالکتیک که مستلزم فراروی بی وقفه از وضعیت های ایجابیه. هگل دیالکتیک رو به یه سیستم، من به یه کلوزد سیستم تقلیل داد. حرف انگلس و کار ما این بود که هگل دیالکتیک رو به مسابقه روش بفهمید، نه مسابقه اون سیستم بسته که حالا قرار به یه جایی برسه و به نتیجه بگیر و حالا قضیه تموم بشه. مسابقه یه روشه که مدام دستندرکار پیش برد فرایندهای شدن. برای همینه که مارکس میتونه بگه بورژوازی دیالکتیک رو مایه آبروریزی و نفرت انگیز میدونست. چرا؟ چون رادیکالیتی در دیالکتیک به مسابه روش هست. چیه این رادیکالیتی دیالکتیک به مسابه روش؟ اینکه زیرا در درک ایجابیش، دیالکتیک در درک ایجابیش از وضع موجود همزمان متضمن درک نفی این وضعیت و نابودی ناگزیر آن نیز هست. دیالکتیک هم فهم وضع موجوده، هم هنگام نفی وضع موجوده، یعنی یه جور فهم نگاتیبه، یا به تعبیری همون آفبوم بگیریم. آفبوم رو انهای هگه دیگه در ویراث فرانسه شده، زیرا با درک ایجابی از وضعیت موجود دیالکتیک همزمان نفی محتوم و نابودی ناگزیر آن وضعیت نیز درک می شود. زیرا دیالکتیک هر شکل تکوین یافته را در جریان حرکت و بنابراین از لحظه جنبه گذرای آن نیز درک می کند. بازم به خاطرتون میارم دیگه، مسئله هگلیان جوان به ویژه مارکس و انگلس این بود که هگل به این روش حرکت دیالکتیکی خودش به ویژه در ورژن متأخر خودش، مثلا در عناصر فلسفه هر بر فلسفه تاریخ خودش، یه جوره خیانت کرده. یعنی دیالکتیک از حرکت باز ایستونده با تعریف غایتی برای جهان، غایتی برای تاریخ، در صورتی که دیالکتیک چیزی نیست جز حرکت بیوقفه در راستای شدن. و از این حیثه که هر مرحله تاریخی که قرار بفهمیمش در واقع چیزی جز یک مرحله گذرا نیست. صد البته که این فرازها شما رو یاد صفحه 36 میندازه دیگه، نظر بکنم 34، اونجایی که مارکس اقتصاد سیاسی کلاسیک یا همون اقتصاد سیاسی بورژوایی رو به مسابقه اقتصاد سیاسی که خود سرمایه‌داری رو به مسابقه مرحله گذرای تاریخی نمیفهمه بلکه اون رو شکل نهایی تاریخ میدونه تصویر میکنه. این فراز پس کاملا در نسبت با نقدهایی که چند صفحه پیش مارکس به اقتصاد سیاسی بورژوایی وارد کرد. و
برای همین که میگه بورژوازی از دیالکتیک نفرت داره، چون انگار بهش یادآوری میکنه که یه مرحله یه در میان مراحل تاریخ، شکل نهایی و پایان تاریخ و چون دارم از این دریوری ها نیست، و چون در جوهر خود انتقادی و انقلابی است دیالکتیک، در جوهر خود هم انتقادی هم انقلابی است. من اینجوری میخوام زیرا در جوهر خود انتقادی و انقلابی است و چون در جوهر خود انتقادی و انقلابی است اجازه نمیدهد چیزی آن را تحت تاثیر قرار دهد. حرکت سرشار از تناقض جامعه سرمایه‌داری با فراز و نشیب چرخ‌های ادواری صنعت مدرن که اوج آن بحران عمومی است، بورژوازی اهل عمل را تحت تأثیر چشمگیر خود قرار می‌دهد. این بحران اگرچه هنوز در مراحل اولیه خود است، بحران سرمایه‌داری که مارکس حساب ویژه روش باز کرده بود، بار دیگر نزدیک می‌شود. یعنی در واقع مارکس واضع نظریه چرخه‌های بحران داشت که بعداً در نظریه ارزش اضافه اونجایی که راجع به نظریه بحران حرف میزنه، نظریه بحران مارکس تو نظریه ارزش اضافه شه، یه ترجمه فارسی ازش هست، ترجمه خوبیه، اون فصلش نظریه بحرانش که در واقع بحران سرمایه‌داری با مسئله اوور پروداکشن سر میکنه، توضیح با اضافه تولید که حالا بمانه، ولی اون لینکشو میذارم اگه خواستید ببینید، ولی ما بعدها بهش خواهیم پرداخت. بحران سرمایه‌داری از نظر مارکس از کجاش میاد؟ چرا مارکس فکر میکنه که جامعه سرمایه‌داری بحران زده است و گریزی از بحرانهاش نداره؟ که بعدم بشون است. برصورت مارکس اینجا داره یه تشخیص تاریخی رو با ما در میون میذاره دیگه. این نظریه تشخیص تاریخی چیه؟ که ما بار دیگر داریم به بحران جامعه سرمایه‌داری نزدیک میشیم. این بحران گرچه هنوز در مراحل اولیه خود است، بار دیگر نزدیک میشه و از طریق میدان عمل فراگیر و شدت تأثیرش دیالکتیک را حتی در مغز نوکیسه های مسئول در امپراتوری مقدس جدید پروس آلمان فرو خواهد. خب حالا وقتشه که بریم روی گرونسه روش اختصاصی. من ببین الان ما دو تا ترجمه ازش داریم، البته دیروز دیدم که آقای مرتضوی گفتش که ترجمه گرونسه تموم کرده، ترجمه جدیدش با کمال خسروی، ولی خب حالا احتمالاً انتشارش شش‌هفت ماه دیگه در بهترین حالت خواهد. این ترجمه که الان من دارم ترجمه‌ی همین کلاسیک چیز باقر پرهام و احمد تدیان دیگه که نشر آگاه سالها پیش منتشر کرد، ولی به حال فکر می‌کنم بیش از 10 ساله که تجدید چاپ نشد. من از رو اون می‌خونم اون فرازهایی که مد نظرم هست رو و حالا راجعش بحث می‌کنیم. خب ببینیم چی میگه این رفیق ما راجع به روش اقتصادی سیاسی. 25. هنگام بررسی کشوری معین از نظر سیاسی اقتصادی، نخست از جمعیت آن، از توزیع این جمعیت به طبقات یا در شهر، روستا، سواحل و جزایر و از شاخه‌های متفاوت تولید، صادرات و واردات، تولید و مصرف سالیانه، قیمت کالاها و غیره آغاز می‌کند. خب پس در اینجا باز ما با مسئله آغاز مواجهیم. باید از کجا آغاز؟ این سوالی که مارکس جان خواهد بهش جواب تو روش اقتصادی است. اقتصاد سیاسی باید از کجا آغاز کنه؟ یادتونه تو پیش گفتار ویراست اول از این حرف زده بود که آغاز هر علمی دشوار است؟ و یادتونه که گفته بودم در اینجا مستقیما نظر داره به فراز هگل در منطق، که من اینو ترجمه کردم این فراز هگل از منطق رو که داره رجوع آغاز حرف میزنه. پرسش هگل هم همه اصلا منطق رو با این آغاز میکنه که از کجا باید آغاز کنه. به یک معنا کاپیتال به زبان بی زبونی هم همین مسئله رو باش درگیر دیگه، باید از کجا آغاز کنه؟ ولی بهش پاسخ نمیده. پاسخش اینجاست تو گرانریس هست. چرا از کالا آغاز میکنه؟ یه روایت خیلی خلاصه داشتیم دیگه توی پیشگفتار ویراست اول، چون کالا شکل سلولی جامعه سرمایه‌داری. سلول یعنی چی؟ عنصر برسازنده، رکن رکین. اما این بسنده نیست. خیلی توضیح به اونم چرا کالا، چرا چیز دیگه نه. بنابراین پرسش روش اقتصاد سیاسی همین پرسش از کجا میباید آغاز کنیم. یه پرسش دیگه هم داره که بهش اشاره کردم، چگونه باید واقعیت تاریخی که میخوام توضیح بدیم
در اینجا سرمایه رو میتوانیم در ذهنمون بازآفرینی کنیم. پس پرسش دوم اینه. پرسش اولی از کجا باید آغاز کرد؟ دو، چگونه میتوانیم واقعیت تاریخی رو در ذهنمون در ساحت مفهوم بازآفرینی کنیم؟ پاسخ رو مارکس داده بود دیگه در پیشگفتار اول. از منظور چی؟ انتظار. یه پاسخ سریع داده و توضیح نداده انتظار چی. اینجا میخواد توضیح. ما تنها ابزاری که داریم برخلاف علوم طبیعی که ابزار آزمایشگاه دارن فلان دارن محمود دارن، ما یه چیز بیشتر، ما یه ابزار بیشتر، ما هم انتظاریم. پس به این معنی باید یک کد داریم دیگه. انتظار ابستراکشن قبه بازآفرینی انگار واقعیت در ذهن. حالا چجوری انتظار واقعیت رو بازآفرینی میکنه؟ حالا ادامه بدید. یک چنین روشی که بنای کار را بر امور واقعی و مشخص میگذارد، ریل و کانکریت. مفاهیم هم چیز که چون هم ممکن مفاهیم رو خودم یه دستکاری هایی بکنم. میگه که یه روش داریم که از امر ریل شروع میکنه، از امر کانکریت، انضمامی و ملموس و مشخص و این همه معانی مفهوم کانکریتی. مثلا با جمعیت مثالی که خودش داره ظاهرا درست به نظر میرسه. از همین رو در اقتصاد هم باید از جمعیت که پایه و موضوع تمامی عمل اجتماعی تولید است آغاز کنیم. اما با تعمق بیشتر نادرستی این روش، کدوم روش؟ شروع از امر انضمامی، آنچنان که داره میگه ملموس مشخص، یه چیزی مثل جمعیت آشکار میشه. چرا؟ چون وقتی میگیم جمعیت، درسته ظاهرا امر ملموس انضمامی که آنجاست، ولی نمیتونیم بفهمیمش. یعنی چی نمیتونیم بفهمیمش؟ یعنی معنای محصلی در ذهن ما ایجاد نمیکنه. چون جمعیت رو اگه بخوام بفهمیم دوباره باید به مجموعه از عوامل برسازنده تجزیهش کنیم. مثلا جمعیت رو تجزیه کنیم مثلا به قول خودش به طبقات، به گروه ها، به غیره و غیره و غیره. یعنی باز فهمش در گروه فهم عناصر برسازندهش میشه. جمعیت به این معنی میشه یه کل توخالی، یه فرم، یه امر عام که هیچ چنگار توش نیست. اگه بخواد بفهمیدش لازم بود کلی چیز دیگر رو بفهمیدش. حالا نگاه کنید خودش هم همین حرف میزن. جمعیت اگر مثلا طبقات متشکلی آن نادیده گرفته شوند انتظایی بیش نیست. یعنی اون امری که ظاهرا در گام اول انضمامی بود در گام بعد معلوم میشه که یه انتزاع محض، یه امر کلی توخالیه مثل جمعیت. همینطور طبقات هم عبارتی میان توی خواهد بود اگر با عناصر که این طبقات متکی با آن هستن آشنا نباشید. یعنی تو میگی خود طبقه حالا چیه؟ خود طبقه چجور ساخته میشه؟ خود طبقه هم فی نفسه باز یه مفهوم کلی توهیه. کار مزدی، سرمایه و غیره از جمله این عناصر هم، از جمله عناصری که طبقه رو توضیح میدن، ابزار تولید فلان فلان هر چیزی که شما فکر میشون. برای این هی شما برای توضیح مفهوم باید اون رو به مفاهیم جزئی‌تر و کوچیک‌تر و سیمپل‌تر به قول خودش میگه که اینجا ترجمه بسیط، به مفاهیم بسیط هی تجزیهش بکنه تا بخواد توضیحش بده. اینها همه به نوبه خود مسبوق مبادله، تقسیم کار، قیمت‌ها و غیره. یعنی در مورد سرمایه و ابزار تولید و دستمزد و فلان و اینها که به اتکای اون قرار و طبقه رو توضیح بدیدم باز بسنده نیست. برای اینکه مثلا سرمایه رو توضیح بدید، مزد رو توضیح بدید، باید مبادله و تقسیم کار و قیمت و غیره و غیره رو توضیح بدید. مثلا سرمایه بدون کارمزدی، بدون ارزش پول، قیمت و غیره هیچ است. با این حساب اگر بنا بود با مفهوم کلی جمعیت شروع بکنیم، ناگزیر به دریافتی آشفته می‌رسیم. در حالی که میتوان با تحلیل گام به گام به مفاهیم بیش از پیش بسیط‌تر رسید. مارکس داره میگه ببین اینجا تو مرحله چی هستیم؟ مرحله پژوهشی. باید بتونیم به مفاهیم هی بسیط‌تر، سیمپل‌تر برسیم. از جمعیت شروع کردیم، طبقه، سرمایه، مزد، فلان فلان. باز مفاهیم مثل مبادله، تقسیم کار، هی مفاهیمی که هی دارن به قول خودش در روش گام به گام قراره سیمپل تر بشن، به قول مترجم ما ساده تر و بسیط تر بشن. یعنی از واقعیت ملموس و مشخص اندک اندک به مجردات لطیف تر و سرانجام به بسیط ترین
مفاهیم و مقولات دست بیاد. حواستون باشه در ساعت پژوهشی، نه در ساعت ارائه. در ساعت پژوهش از امر انزمامی و ملموس هی داریم فاصله میگیریم، هی داریم میرسیم به مفاهیم انتزاعی تر، هی مفاهیم عام تر. به اون مفهوم عام که رسیدیم، یا به قول خودش به بسیط ترین مفهوم که رسیدیم، به ساده ترین، سیمپل ترین، عام ترین، کلی ترین، انتزاعی ترین، تازه اون میشه نقطه آغاز ما در قلمرو چی؟ حالا ارائه یا بازنمایی. نگاه کنید چه اتفاقی داره میفته؟ یعنی از واقعیت ملموس و مشخص اندک اندک مجرد انتزاعیات لطیفتر و سرانجام به بسیط‌ترین یا ساده‌ترین مفاهیم و مقولات دست می‌یابیم. اینجا حرکتی معکوس لازم است. حالا میگه از اینجا به بعد، اینجا یعنی کجا؟ ساحت پرزنتیشن. حالا باید مسیر رو عکس کنیم. یعنی باید از مفاهیم مجرد شروع، مفاهیم انتزاعی شروع کرد. در ساعت پژوهش دارم ساعت تفکر به مفهوم انضمامی مشخص مثل جمعیت شروع کردیم، نرم نرم هی با یه جور روش استنتاج منطقی تجزیهش کردیم. روش اول روش تجزیه است، تجزیهش کردیم به عناصر برسازندش، شد کلی‌تری مفاهیم. حالا وقتی میخوایم در ساعت ارائه هستیم، در ساعت بازنمایی هستیم، از ساعت امر کلی شروع میکنیم، از عام‌ترین و انتزاعی‌ترین مقوله و مفهوم. اینجا حرکتی معکوس لازم است، یعنی باید از مفاهیم انتزاعی شروع کرد و بار دیگر به عناصر واقعی انضمامی، مثلا به جمعیت رسید. با این روش به خلاف روش اول، به جای دریافتی آشفته از یک امر کلی، به مجموعی سرشار از تعینات و روابط پیچیده خواهیم رسید. یعنی توی مسیر دوم که عکس دوباره برگشتیم، دوباره میرسیم به مثلا مقوله جمعیت، ولی این بار دیگه مقوله جمعیت در واقع ترکیبی است، سنتزی است. روش اول تجزیه بود دیگه، مفهوم کلی رو مثل جمعیت رو تجزیهش کرده بودیم به عناصر برسازندهش، به ساده‌ترین مفهوم، به انتزاعی‌ترین مقوله. حالا در مسیر سنتز، یعنی مسیر عکس، در ساحت ارائه، مسیر رو داریم از انتزاعی به انضمامی حرکت می‌کنیم. ولی وقتی در این مرحله دوم دوباره رسیدیم به جمعیت در مفاهیم انضمامی، این انضمامی دوم با انضمامی اول، زمین تا آسمون با هم دیگه فرق میکنن. چرا؟ چون در این حالت جمعیت دیگه مجموعه ای یا ترکیبی یا کانسنتریشنی، تمرکز و تراکمی از همه این تعیناتیه که ما براش شناسایی کردیم. این هم روشی که مارکس کاپیتال هم داره میره. از کجا شروع میکنه؟ مفهوم کاری از یک کلی انتزاعی، یعنی کالا. ولی اینکه ببین کالا کلی انتزاعیه، اما به اینکه کالا رو بفهمیم با دریایی از دیگر مفاهیم بفهمیم. اما تو فصل اول بلافاصله بعد از کالا ما رو با چی آشنا میکنه؟ با سرشت دوگانه کالا، ارزش مصرف و ارزش مبادله، بعد جوهر ارزش، بعد میره جلوتر در نهایت پول. در نهایت قراره که برسیم به چی؟ از پول به سرمایه. و حالا این وسط کلی تعیونهاش تازه داره پیدا میشه. یعنی از یه مفهوم کلی انتزاعی حرکت میکنیم، از کالا تا در نهایت به کاپیتال برسیم، به خود سرمایه برسیم، در مقام کل انضمامی. سرمایه هم کله، اما کل انضمامیه. فرق کل انضمامی با کل انتزاعی چیه؟ کل انضمامی و خلاف کل انتزاعی، همه تعین ها و همه تمایز ها و همه تفاوت ها رو در خودش محفوظ نگه داشت، در خودش در واقع به رسمیت شناخت. هگل از کجا شروع میکنه؟ مثلا در همین منطق، باز از یک کلی انتزاعی، از بقول مارکس در اینجا از بسیط‌ترین و بی‌میانجی‌ترین مفهوم هستی. گفتیم هفته پیش وقتی میگیم هستی، از یک امر کاملا بسیط داریم، سیمپل، کاملا کلیه، انتزاعی، یعنی توش خالیه، هیچی نیست. تازه در مرحله بعد باید بود از این کلی انتزاعی فاصله، یعنی تعیناشو پیدا کنیم از مجرای جو استنتاج منطقی. هگل میگه که از هستی چی رو استنتاج میکنه؟ نیستی رو. از دیالکتیک هستی و نیستی چی رو استنتاج میکنه؟ شدن. و بعد
از ساحت هستی میاد وارد ساحت چی میشه؟ اسنس، ذات، از ساحت ذات هم به ساحت کانسپت و در نهایت به چی میرسه؟ مطلق، ابسولوت. مطلق هم کلیه، اما کلی انضمامی، یعنی همه مفاهیم رو در دل خودش، در درون خودش داره. به تعبیر هگلی وحدتی در عین کثرت، کلی انضمامی. حالا یه دیگه مارکس رو ببینید، با این روش به خلاف روش اول، بس دو تا روش داریم. روش اول، روش اول چی بود؟ تجزیه، تجزیه امر انضمامی به امر انتزاعی، یا به انتزاعی ترین مفهوم، به انتزاعی ترین مفهومی که میتونید بهش برسید، به سیمپل ترین معقوله که میتونید بهش برسید. بیاد اسم اینو بذاریم تجزیه. تجزیه و عملا تجزیه قسمی ابستراکشن، قسمی انتزاعی، قسمی تجزیه. در روش دوم، که تو روش دوم نیست، گام دومه، یا به زبان مارکس کاپیتال روش اول یا گام اول میشه روش پژوهش، گام دوم میشه روش ارائه، دوباره مسیر برعکس میشه. از انتزاعی شروع میکنیم، میریم تا به انضمامی برسیم. از کالا شروع میکنیم که خیلی مفهوم سیمپلیه، و همین که مارکس میگه و هر جا تو جامعه سرمایه‌داری نگاه میکنید دور برای خودتونو انبوهی از کالاها میبینید. این ساده ترین چیزی که هر کسی حتی با چشم ظاهر هم میبینه کالاست. ولی برای اینکه توضیحش بدیم باید این مفهوم انتزاعی رو انضمامی تر کنیم، ملموس تر کنیم، مشخص تر کنیم، یعنی که تعیون‌هاش اضافه کنیم، یا بگید یا توضیح بدیم که خودش متعین از چیست. کالا متعینه به دست ارزش و ارزش در پیوند با کاره و غیره و غیره، همین مسیری که حالا با هم دیگه طی خواهیم کرد، اون مسیر منطقی آقای مارکس. پس ساحت ارائه که همون ساحت بازآفرینی واقعیت در اندیشه باشه، حرکت از انتزاعی ساده یا کلیت انتزاعی به انضمامی پیچیده است، یا کلیت انضمامی. مایدم بگم این دو نروش که دو گامه، دو میشون بله. دقیقا. پس با این روش به خلاف روش اول، به جای دریافتی آشفته از امر کلی، مجموعی سرشار از تعینات و روابط پیچیده خواهد شد. نه، روش رفت و برگشتی رو داره چیز میکنه، یعنی انضمامی به انتزاعی، انتزاعی به انضمامی. خب این روش از لحاظ تاریخی روش علم اقتصاد در آغاز این علم بود. اقتصاددانان سده 17 همواره با کل زنده، با جمعیت، ملت، دولت، دولت‌ها و غیره آغاز می‌کنند و همیشه هم به کشف معدودی از مناسبات عام، مجرد و تعیین کننده نظیر تقسیم کار، پول، ارزش و غیره می‌رسند و همین که این مقولات کم و بیش پرورده و منتزع شد، شروع می‌کنند ساختن دستگاه‌های اقتصادی که از مفاهیم بسیط نظیر کار، تقسیم کار، نیاز، ارزش مبادله شروع و به دولت، مبادله بین ملت‌ها و بازار جهانی ختم می‌شود. بعد هیست این روش از نظر علمی روش درست است. مشخص مشخص است، انضمامی انضمام، کانکریت از کانکریت. چرا؟ چرا؟ در میگه ببین انضمامی بودن امر انضمامی به چیه؟ اینو میخواد بگیم چرا انضمامی انضمامیه؟ چون در حکم ترکیب برهم نهاده، انگلیسیش کانسنتریشنه، امر انضمامی، امر کانکریت کانسنتریشنیه، تمرکز و ترکیب و تراکم و هر این چیزایی که میشه باش ترجمه کرد، از تعینات بسیار و بیانگر وحدت در عین تنوع یا دگرگونی یا چه گفته؟ گوناگون، دیورسیتی، یونیتی این دیورسیتی. انضمامی وحدت در کثرته، یعنی وحدتیست که مجموعی از کثرت‌ها رو در اون خودش، مجموعی از تفاوت‌ها رو در اون خودش داره. مثل همون جمعیت رو معنی تو مسیر دوم قرار بود بهش برسیم، یه کلیه ولی انضمامیه. یعنی چی؟ یعنی کل این تعیون‌های خودشو در اون خودش داره، طبقات، گروه‌ها، کار، تقسیم کار، مبادله و غیره و غیره، هر چیزی که جمعیت می‌سازه.
میگیم جمعیت فقط یه به قول مارکس کل آشفته به ذهنمون نمیاد، بلکه همه عناصر برسازندش به مثابه تعیونهاش هم درون ساحت کانسپچوالش هست. ولی از دید اندیشه نوعی هم نهاد، نوعی نتیجه است و نه نقطه عزیمت، حتی اگر در عمل به صورت نقطه عزیمت و بنابراین نقطه عزیمت مشاهده و ادراک ما باشد. چی داره میگه؟ داره میگه امر انضمامی در اندیشه نوعی نتیجه است. یعنی چی؟ یعنی آخر کاره که ما به امر انضمامی میرسیم، در مقام نتیجه تفکر، نه نقطه عزیمت تفکر، نقطه شروع. حتی داره میگه که اگر در ساحت مشاهده و ادراک نقطه عزیمت ما بوده باشه، مثلا در همین مثال جمعیت، در مثال جمعیت نقطه عزیمت ما در ساحت مشاهده و ادراک، در ساحت ادراک حسی جمعیت ما میتونسته جمعیت باشه، ولی وقتی میخواییم این جمعیت رو در اندیشه بازارقرینی بکنیم، تنها باید در انتهای مسیر تفکر بهش برسیم. چرا؟ چون پیش از اون باید کلی چیزهای دیگر رو توضیح بدیم، عناصر برسازنده جمعیت رو توضیح بدیم، مثلا قبلش طبقات رو توضیح داده باشیم. و اینکه طبقات رو توضیح داده باشیم، مثلا مالکیت رو توضیح داده باشیم، برای اینکه مالکیت رو توضیح بدیم کار مزدی رو باید توضیح بدیم و غیره و غیره، تا نقطه آغازینی که به نظر مارکس میرسه مقوله بسیط‌ترین مقوله است. متوجه این داستان چیه؟ مارکس از سرمایه شروع نمی‌کنه، با اینکه اون چیزی که برای مارکس مطرحه خود سرمایه است، جامعه سرمایه‌داری است. یعنی اون چیزی که به قول خودش مشاهده و ادراکش، نقطه عظمت مشاهده و ادراک همین جامعه واقعا با همین جامعه سرمایه‌داری. ولی مارکس میگه که از خود این جامعه سرمایه‌داری نمی‌تونه آغاز کنه. نقطه آغاز کجاست؟ ساده‌ترین مفهومی که در نتیجه پژوهش بهش رسیدیم، یعنی در نتیجه فرایند انتزاع بهش رسیدیم، در فرایند تجزیه بهش رسیدیم، کالا. درسته که قبل از سرمایه‌داری هم کالا بوده، قبل از جامعه سرمایه‌داری هم شما کالا دارید، اوکی قبول، ولی در مسیر ارائه، در مسیر پرزنتیشنه که شما رفته رفته متوجه میشید که حالا اهمیت کالا در فرماسیونی مثل سرمایه‌داری چیه، یا به تعبیر بهتر چگونه از کلی انتزاعی به نام کالا در نهایت قرار به کلی انضمامی به نام سرمایه برسید. سرمایه کلی انضمامیه. آخر کار شما تازه میفهمید که آو سرمایه چی هست اصلا. و وقتی سرمایه رو فهمیدید، یعنی همه یه جور مراحل قبل از اون هم که قرار بوده سرمایه رو توضیح بده، یا سرمایه در واقع در حکم سنتز اونا بودن، هم درون خود سرمایه محفوظه. کالا هست، ارزش مصرف هست، ارزش مبادله هست و ارزش اضافی هست، ارزش اضافی مطلق، ارزش اضافی نسبی و غیره و غیره و غیره. همه اینها در سرمایه به مسابقه کلیت انضمامی که آخر الامر رو تازه بهش رسیدید محفوظه. به این معنی است که مارکس میگه اینجا وحدت در کثرته. چجوری مارکس داره بین این دوتا مومنت، دوتا گام اول، گام پژوهش، گام دوم، گام ارائه تفاوت قائل میشه. ولی میگه ما به امر انضمامی در ساحت اندیشه تازه آخر کاری که میرسیم، آخر کاپیتالی که شما تازه میرسی به سرمایه. هرچند باز به قول خودش در ساحت مشاهده و ادراک نقطه عزیمت شما، نقطه شروع شما خود کاپیتال باشه، یعنی چون در جامعه سرمایه دارانی داری زندگی میکنی، اصلا کاپیتال باید مسئله است. جامعه سرمایه داری اصلا برای داری چجوری کار داری میکنی، یعنی کجا اومدی. به این معنا پوینت آف دیپارچر شما، نقطه عزیمت شما سرمایه است. ولی برای توضیح دادنش نمیتونی از خود سرمایه شروع کنی، باید به قول مارکس با روش دیالکتیکی هگلی خودش از سیمپل ترین شروع کنید و بعد از این سیمپل رفته رفته حرکت بکنید، با یه جور روند منطقی بتونید توضیح بدید که چگونه از این سیمپل ما به یه جور کامپلکسیتی میرسیم، به یه جور پیچیدگی یا یه جور بغرنجی میرسیم. قبوله؟ برای کلی انتظاری و انتظاری کلی چیه؟
ببین من وقتی از انسان حرف میزنم، انسان یه مفهوم کلیه. یعنی چی مفهوم کلیه؟ یعنی به کثرتی از مصادیق قابل اطلاق. یعنی پیوستار. پیوستار کلمه خوب نیست. بیشتر شبیه چتر. میگم انسان. ها؟ یعنی مثل چتریه که بازش کنم همه مزیرش جا میشه. آفرین. اگه به زبان منطق قدیم بخوای حرف بزنی میشه جنس دیگه. حیوان چیه؟ حیوان جنس کل این جمع. درسته؟ بذار با همین مثال انسان بریم. انسان در مثالی مفهوم کلی یعنی چی؟ یعنی مثل چتیه که باز میشه و به گونه فراگیرنده همه ما زیرش جا میشه. اما این کلی کلی انتزاییه. یعنی چی انتزاییه؟ یعنی هیچ تعیینی نداره. انسان به ما هو انسان باشه، اما در عالم واقع ما کلی انتزایی نیستیم. ما موجودات انزمامی هستیم، یعنی پر از تعیینیم. یعنی چی؟ یعنی انسان، یعنی مردیم، زنیم، طبقه بالاییم، طبقه پایینیم، سفید پوستیم، سیاه پوستیم، نمیدونم بهاییم، مسلمانیم، مسیحیم، غیریم و غیره. این همه تعیین‌های، این همه تعیین‌های انسان بودن ماست. یعنی انسان بودن ما به اتکای این تعیون هاست که اساساً شکل میگیره. پس اینجا دو تا ساحت تحلیلی سر کار داریم. انسان مثلا موجود کلی، یعنی جایی که مثلا توی این چیزا، این مثالی که من خودم بهش خیلی علاقه دارم، مثلا جایی که توی بیانیه هو و بشر میگه که همه انسان ها فارغ از اینکه چه نژادی داشته باشن، چه دینی داشته باشن، چه طبقه اقتصادی داشته باشن و غیره و غیره، به حکم اینکه انسانان از این حقوق برخوردار، یعنی شرط برخورداری ما از حقوق رو نفس انسان بودن ما میدونه، یعنی کلی انتزاعی بودن ما میدونه. میگه اصلا مهم نیست تو سفید پوستی یا سیاه پوستی، ایرانی هستی یا آمریکایی هستی، مسلمانی یا مسیحی هستی یا هر چیز شبیه، همه این تعیین ها به کنار، همه این دترمینیشن ها به کنار، انسان به ما قوت، این میشه کلی انتزاعی. و کلی انتزاعی فقط کجا وجود داره؟ در ساعت مفهوم. انسان فقط در مفهوم وجود داره، یا به تعبیر در زبان وجود داره. میدونم با ما چی سر کار داریم؟ با این انسان. و این انسان یعنی چی؟ یعنی امر انزمامی که چیزی نیست جز کثرتی از تعیون ها. یعنی توی که میشه کاملا تعیون‌هات رو، منی که کاملا میشه تعیون‌هامو توضیح داد. وقتی من درخت حرف میزنم در ساعت زبان، از مفهوم درخت حرف میزنم، مفهوم درخت همیشه کلیه. یعنی کاری با مصادیق این درخت یا آن درخت ندارم. این کشت هست دیگه، درست این کاشته شده، حالا شاخ و برگش رو اینا رو مثلا یه نوعش رو کار نداریم که چیه. آره اصلا حتی تا... کلیتش در واقع ما تو انتزاع به اشتراکات هم عمل میشیم. درست. اون تفاوت ها رو میذاریم کنار، مثلا درخت ببینیم که یه چیزی که ساقه داره، شاخه داره، مثلا حالا مهم نیست نوعش چیه، برگ داره، ممکنه میوه داشته باشه و تمام دیگه، با اون نوع اجزاش کار نداریم. بله. چیز کلی که تو بچگی هم میکشیدیم یه شکل تصویر کلی. بله دقیقاً. اون جمله معروف نیچه رو همون شنیدیم دیگه. دیگه اصلا مفهوم محصول برابرسازی چیزهای نابرابر. چون مفهوم همون درخت و مفهوم انسان رو نمیتونید بسازید در ساحت ذهن خودتون از مجرای انتزاع، مگر از مجرای برابرسازی چیزهای نابرابر. میشه همون درخت های متفاوت، درخت ها در عالم واقع در ساعت مصداق همه با هم نابرابرن. درخت X یا درخت Y فلان فلان فلان. ولی اگه بخواید مفهوم درخت رو انتزاع بکنید، بسازیدش، ناچارید که چیزهای نابرابر رو، یعنی درخت های واقعی و انزمامی رو برابرسازی بکنید. و این بعدها یه مثلا نیچه و مثلا کسی مثل آدورنو اینها تبدیل شد به خشونت خود مفهوم. این در خود مفهوم همیشه خشونتی هست، چون مفهوم هم باید تکینگی ها و سینگولاریتی ها و نابرابری ها رو نادیده بگیره تا بتونه از درخت تا از انسان تا از هر چیزی که شما فکر میکنید سخن بگیره. یعنی انتزاع همیشه تفاوت ها رو نادیده میگیره،
تفاوت یعنی چی؟ خاص بودگی. اینکه من و شما در ساحت انسان با هم به اشتراک برسیم، باید همه تعیون هامون رو از دست بدیم. یا تعیون هامون بی تفاوت بشه، بلا موضوع بشه، بلا اهمیت بشه. در این یه جور خشونت هم هست. حالا این روایت رو بذارید کنیم. انزمامی کلیه. کلیه انزمامی. حالا کلیه انزمامی چیه؟ حالا کلیه انزمامی که کلیه انتظاری که الان تکرارش روشنه دیگه. مثالش هم سرمایه است. انسان بشه از خود انسان با مزده تر سرمایه کل انزمامی. حالا کی ما وارد ساحت کلی انزمامی میشیم؟ جایی که مسئله شما این نباشه که ما همه انسان هستیم فارغ از، یعنی همه تعیون ها رو حذف بکنیم تا در نهایت به یه چیز کلی برسیم به نام انسان بودن، بعد بتونیم به قول اون به اشتراک برسیم. کل انزمامی انسان با وجوده یا برغم تعیونش، یعنی انسانی که چیزی نیست جز مجموعه همین تعیونهاش. این فکر کردیم اون تعیونش رو مشخص کردیم، مثلا من که خواستیم واسه دیانت و کلی انزمامی رو به همین استفاده کردیم که آره دقیقاً. البته این کاملا تعبیر کلی که کل انتزاعی که اندیشیده شده بازآفریده شده، حالا ما می‌بینیم که و دیگه انتزاعی نیست. و دیگه انتزاعی نیست چون در ساعت تفکر ما قراره که در ساعت ارائه ما قراره هر گام که برمی‌داریم از ساعت انتزاع بکنیم. از ساعت ابستراکشن به ساعت کانکریتنس نزدیک بشیم. مارکس تو هر فصلی که می‌نویسه، اصلا هر کتاب خوب و متن خوبی دیگه، هر گامی که باش برمی‌دارید دیگه از اون ساعت انتظار نرم نرم داره میاد پایین‌تر، وارد ساعت انضمامی میشید، وارد ساعت امر مشخص و ملموس میشید، دارید تعین‌های اون امر که در نخست ظاهراً بدون تعین بود بیشتر دارید به تعین‌هاش پی می‌برید، به شکلش پی می‌برید، به منطقش پی می‌برید. در آخرالامر که رسیدید با چیزی سر کار دارید که حالا قرار اسمش رو بذاریم کلیه انزمامی، که همه این کسرت‌ها رو درون خودش محفوظ نگه داشت. بنابراین ما به دو معنا میتونیم از انسان حرف بزنیم. کلی انتزاعی که صحبتش کردیم، انسان فارغ از با حذف تعیون‌هاش، با انتزاع کردن انسان، یعنی جدا که انتزاع جدا کردن دیگه، یعنی کندن، یعنی با کندن انسان از هر اون چیزی که تعریفش میکنه، مرد بودن، زن بودن، این دین داشتن، آن دین داشتن، در این طبقه بودن، در آن طبقه بودن. ولی انسان انزمامی انسانی است که دقیقاً به دلیل و با وجود یا دست کم به رغم همه این تعیون‌هاش، با حفظ همه این تعیون‌هاش همچنان انسان. هر کدوم از اون تعیون‌ها هم دوباره میتونن هم انزمامی باشن هم انتزاعی. زن بودن میگیم دوباره این خودش رو تو دوباره سری سه لایه دوست. یکی انسان واقعی من یک نفر که یک قسمت انواع تعیوناتو داریم. یکی انسان کلی انزمامی که از من دیگه خارج شده، ولی کسی هست که انسانی هست که همه تعیوناتشو داره. مرتبه سوم کلی انتزاعی که هیچ کدوم از اون تعیونات رو نداره و سطحیه که همه انسان ها رو میتونه در برده. خیلی. مرسی تا افتر.